به نام یاد خدا، سلام بر شما. به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه برابر است با 14 حمل سال 1402 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط خبرها: تأکید امارت اسلامی بر تعامل جهان با افغانستان. امارت اسلامی بار دیگر تعامل جهان با حکومت سرپرست را به سود کشور می داند. نه فشار، نه اعمال فشار و تهدید ای را باید کنار بگذارند و بیان با امارت اسلامی افغانستان تعامل کنند، تا امارت اسلامی افغانستان هم در قبال بعضی مسائل، در قبال بعضی قوانین، در قبال بعضی موضوعات در دنیا مسئولانه گام برد. انتقادها از محرومیت زنان از آموزش در کشور. دیدبان حقوق بشر میگوید که افغانستان تنها کشوری است که در آن زنان از آموزش محروم مانده. محرومیت زنان و دختران افغانستان از حق آموزش تنها قشر به نام زن را در افغانستان متضرر نمی سازد، بلکه بنیاد اجتماعی افغانستان را به گونه‌ای تدریجی به شدت آسیب پذیر خواهد ساخت. انتقال اثرهای باستانی معدن مس عینک به کابل. سرپرست موزیم ملی آمار می‌دهد که بیش از 315 اثر باستانی از معدن مس عینک لوگر به موزیم ملی انتقال یافته است. افریاتی که در ساحل مس عینک ولایت لوگر افریات صورت گرفته، به تعداد 315 قلم آثار به موزیم ملی انتقال یافته. تأکید وزارت انرژی و آب بر مدیریت آب‌های کشور. و افزایش شمار جان باختگان در نتیجه طوفان‌ها در آمریکا. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من سبقه سپه. امارت اسلامی بار دیگر تعامل جهان با حکومت سرپرست را به سود کشور می داند. سخنگوی امارت اسلامی می گوید که جهان باید به جای اعمال فشار راه تعامل را با حکومت سرپرست در پیش بگیرد. ذبیح الله مجاهد همچنان می افزاید که گروه داعش در افغانستان در حال نابودی است. فاطمه ادیب گزارش می دهد. هرچند نزدیک به 2 سال از عمر حکومت سرپرست در کشور می گذارد، اما تا اکنون هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته است. به تازگی سخنگوی امارت اسلامی بار دیگر از جامعه جهانی می خواهد که به جای اعمال فشار بر امارت اسلامی راه تعامل را در پیش گیرد. نه فشار، نه اعمال فشار و تهدیدات ای را باید کنار بگذارند و بیان با امارت اسلامی افغانستان تعامل کنند، که تا امارت اسلامی افغانستان هم در قبال بعضی مسائل، در قبال بعضی قوانین، در قبال بعضی موضوعات در دنیا مسئولانه گام برد. از سوی هم سخنگوی امارت اسلامی از پیکار در برابر گروه داعش سخن میزند و میگوید که اکنون این گروه حتی یک وجب خاک افغانستان را در اختیار ندارد. آنها کدام حضور فیزیکی و ظاهر در کدام جای ندارد، یک وجب زمین را در کنترل ندارند که از آنجا ادای فعالیت بکنند. به گونه مخفیانه و بسیار مهارت زیاد کوشش میکنند از ازدحام مردم یا از شهرها استفاده سو بکنند. از حکومت فعلی افغانستان هم لازم است تا جهت تعامل بیشتر و جلب اعتماد جهانیان باید به یک سلسله اقدامات عملی دست بزنند و همکار نزدیک جامعه جهانی بوده. بعضی از خواست های معقول و قابل ستایش جامعه جهانی را باید بپذیرند. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گفته است که اکنون سفارت‌های چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، کازاخستان، قرغزستان، روسیه، هند، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در کشور فعال هستند. دیدبان حقوق بشر میگوید که افغانستان تنها کشوری است که در آن زنان از آموزش محروم ماندند. این نهاد در توییترش نوشته است که به آموزش دختران و زنان افغانستان با آینده ناروشنی روبرو شده است. همزمان با این یک استاد مدرسه جهادی مرکزی کابل میگوید که آموزش علوم عصری برای زنان خلاف آموزه های اسلامی نیست و مسئولیت حکومت است که زمینه را برای آموزش بانوان در کشور فراهم بسازد. میترا مجیدی این گزارش را تهیه کرده. دیدبان حقوق بشر آموزش دختران را در افغانستان نیاز جدی می داند و می گوید که بیاموزش زنان افغانستان با اندهی تاریک روبروست. محرومیت زنان و دختران افغانستان از حق آموزش تنها قشر به نام زن در افغانستان متضرر نمی سازد،
بلکه بنیاد اجتماعی افغانستان را به گونه تدریجی به شدت آسیب پذیر خواهد ساخت که جبران از او در سالیان سال یک عمل دشوار خواهد بود. همزمان با این یونما دسترسی به آموزش با کیفیت را یک حق انسانی می داند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در صفحه فیسبوکش خواستار آموزش همه شمول برای همه شده است. 3 سال است که ما مکتب نمیریم، اما قصد برای 1 سال کرونا آمد، 2 سال به خاطر امارات اسلامی که آمده ما درس نمیخوانیم، اما قصد که برای بچه ها مکتب آباد شده خواهش میکنیم از امارات اسلامی که مکتب های دختران رو ماست. با این حال یک استاد مدرسه جهادی مرکزی کابل آموزش علوم عصری را برای زنان جایز میداند و میگوید که حکومت سرپرست نباید حجاب را بهانه برای منع آموزش زنان قرار دهد. عصری علوم دینی علوم نه، دینی خوب طول فرض هغه به مسله حل کی علما بکینه و هغه به فیصله وکي ته په دې ایران دې کې لانجه بکوم جګه. با این حال شماری از باشندگان کابل از حکومت سرپرست میخواهند که زمینه آموزش را برای بانوان فراهم و مکتب‌های متوسطه و لیسه را برای دختران باز کند. اگر ما میخواهیم در یک آینده شگوفان داشته باشیم، یک وطن مترقی داشته باشیم، پس این باید حتمی و ضروری است که دوباره خواهران ما دوباره اجازه پیدا کنند تا دوباره به مکاتب رجوع کنند. بدون پانتون، بدون نهادهای تعلیمی و تحصیلی مشکل است که دولتداری نظام بدون از او پایدار باشد. نزدیک به 560 روز می شود که دانش آموزان بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم ماندند و تا هنوز سرنوشت آنان برای فراگیری آموزش روشن نشده است. کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین های دولتی کار بررسی زمین های غصب شده در شهر جدید کابل در ولسوالی ده سبز و باریکاب را آغاز کرد. سخنگوی وزارت عدلیه می گوید که قرار است 25 هزار جریب زمین در 10 روستای بخش های کابل جدید بررسی و زمین های غصب شده آن پس گرفته شود. از سوی هم برخی از باشندگان ده سبز کابل این کار امارت اسلامی را می ستایند. در ادامه روند پسگیری زمین های غصب شده از سوی وزارت عدلیه، سخنگوی این وزارت میگوید که کار بررسی زمین های غصب شده در شهر جدید کابل را در دسبز و باریکاب نیز آغاز کرده است. به گفته این وزارت، قرار است 25 هزار جریب زمین در 10 روستای این بخش کابل بررسی شوند. در شهر جدید کابل یا کابل نوی ښار لومړی فاز چې د نقشې د ماستر پلان جنوب کې قرار لري او 14 پارسل چې 15 زره جریب مساحت او لس کلی لري تصفیه کوي. از سوی دیگر باشندگان منطقه دی سبز از این کار امارت اسلامی شادمانند و آن را می ستایند. خوب گپ است که مثال چی را بگره زمین که تو گرفته باشی از مره آل بازور ای که بر یک آدم بته کار خوب نید بسیار خوب است که در غزمه که رو گله پخواه قبض شوی رو گله بیت واپس که رو گله هر سری تخبل حق بسپاری حق اقدار تور که دیگه نمون دیر راجیم. با این همه وزارت عدلیه از باشندگان تپه نادرخان، شهرک میرویس خان و حبیب الله زازی نیز خواسته تا قباله هایشان را با کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین ها شریک بسازند. وزارت دفاع میگوید که در 1 سال پسین از قاچاق هزاران جنگ افزار و ساز و برگ های گوناگون نظامی به بیرون از کشور جلوگیری کرده است. سخنگوی این وزارت می افزاید که در نتیجه عملیات های کشفی این وزارت 10 تن در پیوند به قاچاق جنگ افزار به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه بازداشت شدند. این وزارت از ترمیم و فعالسازی برخی از چرخ بال ها و ساز و برگ های زرهی نیز خبر می دهد. بینش این گزارش را تهیه کرده. وزارت دفاع هرچند درباره جلوگیری از قاچاق جنگ افزار آمار دقیق نمی دهد، اما می گوید که در 1 سال پسین نیروهای کشفی این وزارت توانسته اند از قاچاق جنگ افزارهای گوناگون به بیرون از کشور جلوگیری کند. با گفته سخنگوی این وزارت به تازگی نیروهای آنان توانسته اند از قاچاق جنگ افزارهای گوناگون در ولایت پکتیا جلوگیری کنند. نزدیکی ها هم از یک قلوردو که ما آمار گرفته بودیم خروردی 203 منصوری پکتیا که است بیشتر از بگیم که 1000 میل اسلحه ما از طریق کشف استخبارات که است ما به دست آورده. قاچاق سلاح مهمات و تجهیزات نظامی از افغانستان به کشورهای همسایه اولتر از همه ضررش به حکومت طالبان است، چون که طالبان نمیتونه این مهمات و سلاح را اکمال کنند، نمیتونند از کشورها در حال حاضر خریداری کنند.
به گفته آقای خوارزمی، برخی از جنگ افزارها و سازوبرگ‌های دیگر از زرهی و همچنان 60 چرخبال از سوی مهندسان برحال و پیشین این وزارت ترمیم و فعال ساخته شده اند. ما تا فعلا بیشتر از 60 بال تیاره تا بال متحرک تا بال ترمیم کرده گیستیم و با استفاده از همو انجینرها و مسلکی ها و تخنیکاران داخلی، البته تا فعلا ما از کدام کشور خارجیش نکردیم. با این همه برخی از آگاهان مسائل نظامی حفاظت از ساز و برگ های نظامی را در ارتش یک کشور مهم می دانند. در قسمت بازسازی ازی و نوسازی ازی و همچنان حفاظت جدی ازی بسیار ضرورت مبرم هستند. زیرا در معاربه و در حالت جنگ همی سلاح است که افسر و سرباز برنده می سازد. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، سقوط نظام جمهوری، وزارت دفاع آمریکا به کنگره این کشور گزارش داده است که به ارزش 7.12 میلیارد دلار سازوبرگ‌های نظامی آمریکا در افغانستان برجا مانده اند. وزیر داخلی بریتانیا درباره ادعای بازداشت 3 شهروند کشورش در افغانستان میگوید که برای محفوظ بودن شهروندانش هر کار لازم را انجام خواهد داد. این مقام بریتانیایی از شهروندان کشورش خواسته است که در هنگام سفر به کشورهای دیگر از احتیاط کامل کار بگیرند. اما تا هنوز امارت اسلامی درباره بازداشت 3 شهروند بریتانیایی در افغانستان چیزی نگفته است. فاطمه ادیب نگاهی انداخته. پس از پخش گزارش ها درباره بازداشت 3 شهروند بریتانیایی از سوی حکومت سرپرست، اکنون وزیر داخلی بریتانیا میگوید که اگر این شهروندانش در بیرون از کشورشان باشد، برای اطمینان از محفوظ بودن آنان هر کار لازم را انجام خواهد داد. هر کسی که به نقاط خطرناک جهان سفر می کند باید نهایت احتیاط کند. اگر قرار است این کار را انجام دهند، باید همیشه به توصیه های وزارت امور خارجه در سفرشان عمل کنند. و اگر خطراتی برای مسئولیت مردم وجود داشته باشد و اگر آنان شهروندان بریتانیایی در خارج از کشور هستند، دولت بریتانیا هر کاری که لازم است برای اطمینان از مسئول بودن آنان انجام خواهد داد. بر بنیاد اطلاعات تلویزیون اسکای نیوز، احتمال می رود تا این 3 شهروند بریتانیا در رویدادهای جداگانه و در ماه جنوری بازداشت شده باشند. امارت اسلامی تا اکنون به گونه مشخص درباره بازداشت این 3 شهروند بریتانیایی چیزی نگفته است. وقتی اگر خارجی برای جاسوسی یا کارهایی را می کنه که خلاف قوانین افغانستان باشد، قوانین افغانستان را نقض بکنه، در اون صورت باست و کشور حق داره که خارجی ها را دستگیر بکنه و مجازات و یا حتی به اون کشورهایشان دوباره برگردانه. واکنش وزیر داخلی بریتانیا در رابطه با شهروندهای گرفتار شدهشان در افغانستان قابل درک است. هر حاکمیت مکلفیت داره که از شهروندهایشان حمایه بکنه. پیش از این سخنگوی یک نهاد خیریه مستقل در بریتانیا بر روز شنبه گفته بود که افراد بازداشت شده بریتانیایی در صحت و سلامت کامل به سر میبرند. سرپرست موزیم ملی آمار می‌دهد که بیش از 315 اثر باستانی از معدن مس عینک لوگر به موزیم ملی انتقال یافته است و قدمت آن به 2000 سال پیش برمیگردد. همزمان با این سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که برای پیشرفت کار این پروژه و دریافت آثار باستانی از ساحه مس عینک لوگر با یونسکو و بنیاد آقاخان به تفاهم رسیده است. پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، 315 اثر باستانی از ساحه معدن مس عینک لوگر به موزیم ملی انتقال یافته است. سرپرست موزیم ملی می گوید که این آثار مربوط دوره کوشانیان می شود و قدامت آن به 2000 سال قبل برمی گردد. افریاتی که در ساحه مس عینک ولایت لوگر افریات صورت گرفته، به تعداد 315 قلم آثار به موزیم ملی انتقال یافته. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که شمار زیادی از اثرهای باستانی که از ساحه مس عینک لوگر به دست آمده به موزیم ملی انتقال یافته است. این وزارت می افزاید که انتظار می رود اثرهای ساحه مس عینک لوگر در روز جهانی موزیم در کابل به نمایش گذاشته شوند. اکنون الحمدلله تیم وزارت، تیم محافظتی قطعه 012 به خاطر محافظت و ترمیم از او مشغول کار هستند، به خاطر استحکامش کارهای جریان داره. وزارت معادن و پترولیم به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفته است که به دلیل موجودیت آثار باستانی، کار پروژه مس عینک لوگر به تأخیر افتاده است. تاریخی آثار و شتون ده پیغی زایی که دیگه انتقال باندی زیاد وقت لگیگی و زیاد مصارب کیگی،
نور دسی عمده مشکل نشتره انشالله. مس عینک لوگر در سال 2008 میلادی با شرکت MCC چین قرارداد شد، اما تا هنوز روند استخراج آن آغاز نشده است. ادامه خبر شش، باز هم خوش آمدید. وزارت انرژی و آب میگوید که برای مدیریت آبهای کشور در سال روان خورشیدی بیش از 400 پروژه عملی خواهد شد. بر بنیاد آمارهای این وزارت تا اکنون بیش از 300 پروژه در این زمینه عملی شده است. از سوی هم وزارت انرژی و آب میگوید که کار بند کمالخان، بند توری و شاه و عروس جریان دارد و کار عملی بخش اول فاز دوم بند کجکی به پایان رسیده است. حکومت سرپرست برای مدیریت آبهای کشور در سال روان هجری خورشیدی برخی از پروژه ها را در ولایت های مختلف عملی خواهد کرد. وزارت انرژی و آب آمار می دهد که در سال 1402 هجری خورشیدی بیش از 400 پروژه توسط این وزارت عملی خواهد شد که یکی از این پروژه ها انتقال آب دریای پنشیر به کابل است. چیدی جمله څخه یو شپته تنها ذخیروی بندونه دی په افغانستان کې چراغ مختلف پړاوونه کې دیالس بند ترکار لاندې عملا قرارداد سوی بندونه دی چې دغه په نتیجه کې به شاوخوا 3 میلیارد متر مکعب اوبه د افغانستان ذخیره او مدیریت کیږي. از سوی هم معین وزارت انرژی و آب میگوید که کار عملی بخش اول فاز دوم بند کجکی در هلمند به پایان رسیده است و کارهای فاز سوم بند کمالخان در نیمروز، بند توری در زابل، بند شاه و عروس در کابل و پروژه اصلاح دریاچه به امتداد کانال نمکاب در تخار جریان دارند. د هلمند ولایت د کجکی بند چې یو لوی بندونو څخه دی چې اول فاز تکمیل شولو او همدارنګه دویم فاز چې د استملاک چارې نهایی شوی دی د هغه به انشاءالله شروع کیږي. دوهم په نیمروز کې د کمال خان بند دریم فاز دی چې دغو چارې دوام لري انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به هغه تکمیلیږي. معین وزارت انرژی و آب میگوید که افغانستان تنها با کشور ایران معاهده آب دارد و به این معاهده متعهد است. چې څومره د معاهده مطابق د ایران د حقابه حق کیږي باید ورکړو. نو نور د نور هیوادونو سره کوم معاهده نشته ده. البته د ټولو هیوادونو سره که چیرې خدای نخواسته کوم مشکل راځي، البته یا مثال که کومه ناسته کې موږ به د نړیوال اصول مطابق دغو سره ناسته کوو. بر بنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب به ارزش بیش از 60 میلیون دلار پروژه های آب که از سوی نهادهای خارجی به پیش برده می شد اکنون نیمه کار مانده است. این وزارت از نهادهای خارجی می خواهد که پروژه های نیمه کاره خود را به پایان برسانند. شماری از کشاورزان در ننگرهار از افزایش فرآورده های توت زمینی ابراز خرسندی میکنند. این کشاورزان از مسئولان میخواهند که در راستای ترویج این میوه و دسترسی کشاورزان به تخمهای اصلاح شده، کود کیمیاوی و دیگر وسایل مورد نیاز را به آنان کمک کنند. با این حال ریاست زراعت و مالداری ننگرهار نیز از افزایش فرآورده های توت زمینی در 6 ولسوالی این ولایت خبر میدهد. با همین ترتیب در اینجا رسیدیم به پایان خبر 6. از همراهتان سپاسگزارم. شب روز بخیر. خدا نگهدار.